برنامه گفتگوی صمیمی در کنار میهمانان گرامی و خوبمون پیام و آرش متکی ادامه داره. در خدمت شما هستیم با بخش پایانی این گفتگو. شما نام خانوادگیتون متکی هست و اهل بندرگه هست. تا جایی که میدونم پاسدار منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه پاسدار احمدی نژاد هم اهل بندرگه هست. میخوام ببینم آیا شما نسبتی با هم داری؟ این پاسدار اصلا از کجا اومد؟ میشناختیدش؟ به لحاظ شناختنش که خب میشناختیم، اینکه از فک و فامیلای دورمونه. اگه من میخوام گذشتاشو بگم که دیگه کاملا مشخصه، ولی وارد این قسمت صحبتام نمیشم. همینقدر میخوام بگم که منوچهر متکی رو خانواده متکی ها از علی‌آباد کتول و گرگان و بندرگز تا تهران و کرمانشاه ترتش کردن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این جنایتایی که این دشتیم در پروسه سال 60 و 61 کرد، که تا جایی که من اطلاع داشتم بخشای از این رو من برای نشر مجاهد نوشتم ارسال کردم که چاپ شده. از طرف دیگر منوچهر متکی شخصی هستش که خودش در تایید اعدام های بچه های هواداران مجاهدین در شهر بندرگز و هومش، که تا جایی که همسن و سال خودم بودن، رفیقای خودم بودن، بیش از 70 تا شهید اون منطقه دادیم تو سال 60 و 61، خودش تایید کننده حکم اعدام بچه ها بود. خودش در اعدام بچه ها نقش مستقیم داشت. خودش باعث بانی و خدنده پشت پرده این جنایت ها بوده. بنابراین مرز ما خانواده متکی با منوچهر متکی جنایتکار مرز بسیار تیز و تیزه، سرخ سرخه. چرا که بین ما اون یک دریا خونه. اون جانی و جنایتکاره و بایستی یک روزی پاسخگو باشه. بنابراین ما هیچ نسبتی نداریم. نکته الان در پیام گفت، خوبه که من اینجا بگم. الان از منفوریت پاسدار منوچهر متکی گفت. یه فاکت که اثباتی در ادامه حرف پیام دارم اینه که منوچهر متکی کسی بود که حتی از فامیلاش هم نمیگذشت. به طور مثال مجاهد شهید بهنام مختومی از بچه های دانشگاه پلی‌تکنیک درست بود تو همون سالای 61 که اهل بندرگز بود، که اهل بندرگز بود، توی دانشگاه در واقع دانشگاه پلی‌تکنیک تهران داشت درس میخون. از فامیلای همین منوچهر متکی بود، در واقع مجاهد شهید بهنام مختومی از بچه های کادرهای سازمان بود که در تهران در دانشگاه داشت فعالیت میکرد. این چون اون زمان در واقع تو سپاه بندرگز بود، رفته بود با خانوادهش صحبت کرد، در واقع گفتن چون فامیلشون بود، رفت با باباش صحبت کرد، گفتش که شما بیاین آدرس، در واقع اون زمان مخفی بود بهنام، گفتش که شما آدرسش رو بدین به من، من پروندهش رو حل و فصل میکنم، رفع و رجوعش میکنم که آزاد بشه بتونه کارش رو بکنه اینا. بعد باباش هم در واقع در کمال سادگی حرفشو باور کرد، بعد شما آدرس همین بهنام مختومی رو بهشون داد. این پاسدار همین که گفت در واقع صفت براش کمه، رفت همون شب دستگیرشون کرد، در واقع بهنام رو دستگیر کردن و همون شب تیبامونش کردن. در واقع اینی که توی کل خانواده متکی خصوصا من درگرد از اسم منوچهر متکی نفرت دارن و همش سعی میکنن که ازش دوری کنن، یعنی نسبت فامیل بودن و هم اسم بودن و تشابه اسمی رو در واقع رد میکنن، جز خانواده متکی رو به حساب نمیارن. این که الان گفت منفور تردش میکنن، در واقع یکی از فاکتور اشتباهی اینه که حتی از نزدیکترین اقوامش نمیذاره.
خب پیام جانم و نوبت به شما میرسه و کلام آخر. شما همیشه حرفاتون با بینندگان سیمای آزادی رو به زبان تصویر زدین، یعنی از طریق همین دوربین. حالا میخوام یک بار که اومدی و در مقابل دوربین برنامه ما قرار گرفتی، هرچی که ته دلت هست و دوست داری با بینندگان سیمای آزادی در میون بگذاری و خودت بی واسطه بهشون بگی. خوشی چشم با کامل میکنم. بازم مستقیم با بیننده ها از زبان تصویر با صحبت میکنم. بخوا بگم که مهران جان، ما کارم که مشخصه تو اشرف مسئولیتمون چیه، ولی هر شاتی از اشرف همونطور گفتم باز بیانگر یک دنیا خاطر است و یک دنیا امید و آرزو. روزانه بودن در اشرف خودش یه نعمته. نعمت چرا گفتم نعمت؟ چرا که پایداری در اشرف خودش یک نعمته که نصیب ما مجاهدین در این دوران شد. برمیگردم با همون قیاسی که خودت کرده بودی که نسل میلیشیا و نسل بنابراین این نسل جدید بایستی قدر این نعمت رو بدونه که در چه شرایطی در پایداری اشرف خودش شخصا وجود داره. این خودش نعمت بزرگیه که نصیب ما شد. بنابراین هر روز اشرف یک تاریخه، تاریخ هم یک دنیا حرف داره. من متاسفانه خیلی صحنه هاست که به ذهنم هست، گاهن همه رو طراحی هم میکنم، ولی به دلیل شرایط مختلف که پیش میاد یا زمان نداریم یا امکانات لازم رو نداریم نمیتونیم اونا رو ثبت کنیم. بنابراین من شرمنده هستم که نتونستم از پس مسئولیتم اونطوری که بایستی انجام بدم نتونستم انجام بدم. ما که شاید زحمات شما هستیم در سیمای آزادی و بسیار از شما آموختیم. خواهش می‌کنم. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی صمیمی. امیدوارم که هر جا هستید موفق و معید باشین در کلیه مسئولیت هاتون و به امید اینکه هر چه زودتر به اون خواسته و به اون آرزوی نهایی دست پیدا کنیم. انشاءالله. دوستان بیننده، ما سلام این گفتگوی صمیمی رو در فضای باز تقدیم حضور شما کردیم. اگر موافق باشید خداحافظیرم میذاریم در فضای باز. اشرفی ها برای صحبت از آرمان ها و آرزوهاشون و گفتن از مسیری که طی کردن و هدفی که پیش روشونه، هر کدوم یک سینه سخن دارن. اونچه که شنیدیم قطره ای بود از دریا و واژه ای از مصدر. ای کاش می توانستم یک لحظه، می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بی شمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. ای کاش می‌توانستم. خدا نگهدارشون.